از ایرانی جماعت فرار کن پدرتو در میاره یعنی دهنتو سرویس میکنه هر جوری بتونه بهت زخم میزنه راهتو از هموطنا دور کن وقتی رفتی خارج از کشور این جمله رو خیلی ها قبل از مهاجرتشون مثلا تو همون مهمونی آخر که دیگه میخوان از فامیل خداحافظی کنن برن این جمله رو از چند نفر میشنون حتی مثلا یه دایی پسرموی توی خارج آمریکا مثلا اونم واسه شده تو اون مهمونی هستش میگه یادت نره رفتی آلمان دوری کنی از هموطنا نری مثلا با ایرانی‌ها بچخی اذیتت میکنه این شایعه رو یا این جمله رو خیلیاتون شنیدین امروز میخوام بگم که بله این حرف درسته یه سری آدم هستن اینجا آدمای سمی هستن یه مثالش هم میخوام براتون بگم تو همین شهر هانوفر یه نفر میخوام بهتون بگم که اومده پشت سر من چی گفته و چیکار یعنی چیکار کردیم ما باهاش که اومده این حرفا زده و بگم برای شما که خودتون رو از چنین افرادی دور کنید چون خیلی میتونه خطرناک باشه من میگم این افراد افراد سمی و گرگ صفتی هستن که باید از گزندشون بتونید خودتون رو حفظ کنید تا بتونید تو خارج از کشور دووم بیارید یا زندگی خوبی رو داشته باشید فوق العاده این بحث مهمه ویدیو رو اگر که داخل ایران هستی میخوای خارج از کشور بیای حتما ببین اگه کشورهای دیگه هستی حتما ببین فوق العاده کمکت میکنه چون تو کشور شما هم چنین آدمایی هستن داستان از کجا شروع شد من توی آلمان خب ویدیو درست میکنم ویدیوهای مختلف درست میکنم یه عده آدم هستن از همه ویدیوهای من خوششون میاد خیلی های دیگه هم هستن از یه سریش خوششون میاد از یه سری دیگه خوششون نمیاد منتقد من هستن که دست همهشونم هم میبوسم به خاطر اینکه انتقاد خیلی چیز خوبیه و کمک میکنه به رشد آدم ولی یه سری آدمایی هم هستن که در واقع میان و قصدشون تخریب به آدمه میان فوش میدن میان تهمت میزنن به آدم از آدم هیچی نمیدونن اونا رو من واقعا برام خیلی مهم نیست چی میگن همیشه هم میگفتن تو اینستاگرام توی فیسبوک توی چه میدونم توییتر صحبت زیاد بوده ولی بعضی موقع ها یه موجوداتی رو میبینی که با خودت میگی چرا این آدم اینجوری شده یعنی این آدما رو شما دستتو بکن تو سطل اصل بکن دهنشون قشنگ گاز میزنن یعنی میکنن دستتو نه از گرسنگی ها از گرگ صفتیشون گرگ صفتی داره من شنیدم شاید من خدا گرگ ها اگه اینجوری نیستن ناراحت نشن شنیدم که مثلا گرگ برای گرسنگی حتما نمیره مثلا به گله بزنه میره به گله میزنه چل تا گوسفند خفه میکنه میکشه در صورتی که اصلا هیچکدوم همه هم نمیخواد بخوره فقط میخواد ضربه بزنه میخواد نگه اذیت بکنه و این صفت رو متاسفانه بعضی از آدما دارن خیلی بده خیلی غم و من گفتم که قبل اینکه بیام اصلا یعنی گفتم بیام این ویدیو رو بسازم یا برم همون جایی که تو توییتر راجع من این حرفا رو زدن و اون آدمی که من میخوام تو این ویدیو بگم کی بوده این حرفا رو زده بیام همونجا جوابشو بدم اصلا راجعش ویدیو نسازم بعد اونم بخورم گفتم که نه ویدیو بساز چون که ممکنه برای بقیه, بقیه هم پیش بیاد اومدم یه نظرسنجی کردم توی اینستاگرام بچههایی که صفحه اینستاگرام منو دنبال میکنن اونا اومدن نظراتشون رو گفتن میخوام چند تا از نظرات بچه ها رو براتون بگم ببینیم که بچه ها نظرشون چی بوده راجع به این موضوع که آقا اگه رفتی خارج از کشور فاصله تو با هموطنات حفظ کن خیلی باشون دوستی نکن کلا دور ایران جماعت رو خط بکش من چند تا از کامنتای های بچه ها رو میخونم بعد میریم بهتون میگم که توی توییتر چی شد و اون آدم چی گفت راجع به من سوال منم تو اینستاگرام این بود گفتم آیا بعدی بدی داشتید از هموطن یا نه که بچه ها منن نوشتن گفتم بنویسید یکشون مثلا نوشتش دروغگویی حسادت ضربه زدن به هر نحوی یکی دیگه گفتش آره یکی دروغ گفت دو روز اومد پیشم بمونه بعد یه دفعه مثلا ده روز پیشم موند، بعد مثلا شب میرفت کلاب تا ساعت چهار صبح بعد مثلا من ده شب خوابیده بودم خب اذیت میشد مزاحمش میشد نفر بعدی گفته از کار بیکارم کردن با دروغ و سه نفر پولم رو خوردن مشتریهامو بردن کار کارم دزدیدن نفر بعدی حسادت مسخره کردن همدیگر و دروی نشانه بارز هموطنان خارج از کشور بعدی گفته اکثر ایرانی ها دوست هستن و میخوان تیغت بزنن بعدی گفته که هموطنامون به ما خیلی لطف داشتن همیشه و دستمون رو گرفتن نفر بعدی گفته که از هموطنان پناهنده شهیدا دوری کرد ولی از کسایی که قانونی اومدن خیر بعدی گفته که از پشت خنجر میزنن نمک میخورن و نمکدون میشکنن خب داستان چی بود ببین ها یه شخصی اومد توی توییتر یه توییت گذاشت گفتش که این یارو که از هانوفر ویدیو میذاره با اختلاف چندشترین ایرانی و آلمانه تمام چیزیه که در واقع منظورششون من بودم و خب حالا نظرش متاسفم که چه نظری داره در هر صورت نظرش ایشون رو گفته من این برایم مهم نیست اصلا یعنی این شخصی که این کامنتو گذاشته این توییتو گذاشته اصلا برای من مهم نیست برای من مهم کامنت شخصی هست به نام مهدی که اومده در جواب این خانم نوشته و راجع به این شخصیت به این آقا مهدی می خوایم با هم دیگه صحبت کنیم اینم بگم که من از کجا اینو مطلع شدم من توی اینستاگرام الان فکر می کنم هزار دنبال کننده دارم و این بچه‌ها لطف دارن یه موقع چیزی باشه جایی مثلا کسی یه چیزی مثلا راجع من منفی بگه یه چیزی مثلا باشه یه لایوی باشه دارن پشت سر من صحبت میکنن برای من میفرستن که میگن آقا مثلا ببین در جریان باش مثلا چی میگن پشت سرت که خب خیلی بوده از قدیم بوده کسایی که حتی خود خودتون مثلا خیلی هاشون میشناسین یوتیوبر هم هستن اینفلوئنسر و مثلا حتی به من گفتن آقا بیا ما هم ویدیو بسازیم و اینا بعد مثلا می‌بینی چند هفته بعد یه دفعه برای من یکی لایو میفرسته می‌بینی آقا دارن پشت سرت حرف می‌زنن مثلا فلانیو چی میگه اینا که از قدیم بوده چیز اصلا مهمی نیست منم مثلا برای مهم نبوده یعنی نه این افراد مهمن من نه اینکه حالا این انتقاد راجع من میکنن حرف میزنن میگم واقعا اهمیتی نداره ولی این توییت چرا اینقدر مهم شد خیلی مهمه بچه‌ها خیلی مهمه این چیزی که میخوام بگم امروز درد داره و برای شما ممکنه پیش بیاد حواستون رو جمع بکنید ایشون این تویتو میذاره و بعد میای میبینی که این آقا مهدی اومده زیرش نوشته نوشته که چی نوشته گفته که پس تو هم دیدیش ببین من چی میکشم ایشون گفته همین خانومی که این توییتو گذاشته بود نوشته منم هانوفرم بیشتر حرس میخورم آقا مهدی اومده در جوابش گفته که منم همینطور تو فکر من تو فکر من مدتی یا اولش تو فکر گفته تو فکر من من مدتی از نزدیک باهاش ارتباط داشتم چیزهایی بهم هم میگفت که جاش نیست واقعا اینجا بازگو کنم یه دوستی اومد تو اینستاگرام اینو به من فرستاد گفت آقا ببین دارن اینو برای شما میگن و من به اون دوستمون هم هیچی نگفتم گفتم خیلی ممنون که مثلا برای من فرستادی و اینا و گفته شما ایشونو میشناسی بعد گفتم حالا صحبت میکنیم و مثلا به ایشون هنوز چیز نگفتم یعنی واقعا مردد بودم مثلا ویدیو رو بسازم یا نه ولی در جوابش برای من نوشت که گفت همین حرف ایشون چی گفت خدایی الان متنش نیست گفتش که سه کا فالوئر یعنی سه هزار تا فالوئر اعتبار شما با حرف ایشون میریزه برای مثلا یه کسی مثل من و این حرف حرف مهمیه ایشون گفته که شما رو میشناسه و شما حرفایی بهش زدی که واقعا جاش نیست اینجا بازگو کنه خب این آدم کیه؟ این آقای مهدی کیه؟ میخوایم راجع به این صحبت کنیم و بهتون یاد بدم از چنین افرادی تو زندگیتون بتونید دوری کنید این آقای مهدی ایشون خانومشون همسرشون آشنای ما هستن از کجا همسر ایشون دوست دختر خاله من توی ایران بودن دختر خاله من چند سال پیش با ما تماس گرفت گفت یعنی از طریق مادرم گفت که دختر خالت کارت داشت گفتم چی شده گفتی که دوستان من داری میاد هانوفه اگه شد یه ذره مثلا کمکشون کن سوالی چیز داشته باشه اینا مثلا ازتون بپرسه منم اون موقع دانشگاه بودم و گفتم که مشکل نداره در خدمتشون هستیم و یادمه ای که این خانم اومدن آلمان فکر کنم چیز گرفتن یه گرفتن یا فکر کنم جای پوزیشن دکتری پیدا کردن خلاصه برای خونه دکتری اومدن آلمان اومدن هانوفر همین شهر ما خیلی خانم موجهی بودن خیلی خانم با شخصیتی بودن و من یادم میاد که مادرم دعوتشون کردن خونمون نشستیم سری سفره با هم قضا غذا خوردیم شام اومدن خونمون بعد یادم میاد که یه مدتی گذشت میگم داستان چون مال چند سال پیشه من فقط همین دوتا برخورد و یادمه ولی یادم میاد که مثلا مادرم خواهرم ارتباط داشتن ایشون رو کمکشون کردن مثلا چند جا سوال داشتن یادم نیستش دقیقا ولی این دوتاشو که یادم میاد تنها ارتباطی که من حضور داشتم توش یکی اون شبی بود که ایشون رو دعوت کرده بودیم اومدن خونهمون و جلسه دومی که من ایشون رو دیدم این خانم رو دیدم روزی بود که گفتن که فکر میکنم گفتن من میخوام برم مسافرت یا میخواستم برم یا اسباب کشی میخواستم بکنم خلاصه گفت من چمدونم سخته نمیدونم از خوابگاه بیام پایین شما بیا کمکم بکن من دقیقا یادم از خونمون اون موقع شرق هانوفر بود اومدیم به دانشگاه که غرب هانوفره من دقیقا نیم ساعت با ماشین رفتم رفتم ایشون چمدونش رو گرفتم و بعدم گوشتم تو ماشین کمکش کردم و بردمش واقعا یادم نیست میخواست مسافرت بره میخواست برگرده ایران میخواست اسباب کشی کنه یادم نیست ولی همین که رفتم چند با ماشین یه جای بردم یادمه این دوتا ارتباط بود و بعد دیگه من ایشون توی فیسبوک داشتم یه چند وقت بعد خب تو فیسبوک آدما عکساشون رو میذارن ویدیوهاشون رو میذارن خب ایشون تو فیسبوک مثلا عکس میذاش یه چند وقت بعد متوجه شدم که همسرشون هم اومدن آلمان همین آقا مهدی که الان به من این حرف زدن متوجه شدم که اومدن آلمان و خب من همسر ایشونو تا حالا ندیدم همین تا امروز هم که الان نشستم دارم برای صحبت میکنم ندیدم ایشون احتمالا از طریق پیوست به همسر یعنی خب خانومشون آدم تحصیل کرده ای بودن اینجا دکتری در واقع چیز گرفتن دکتری داشتن میخونن و پوزیشن شغلی داشتن همسر هم از طریق ایشون تا جایی که من یادم میاد اومدن اینجا و بودن دیگه خب این آقا مهدی همیشه برای ما شوهر این خانومه بود که دوست دختر خاله منه چیزی که من از این آقا مهدی میدیدم همیشه عکسایی بود که همسرشون پست میکردن تو فیسبوک مثلا امروز تولد امروز گریل همش پارتیه همش مثلا دوره همیه این این رو میدیدیم و اصلا هیچ ارتباطی با این شخص آقا مهدی من تا حالا نداشتم یه دفعه ایشون به من توی اینستاگرام پیام دادن و گفتن که پیامشون هم حالا اینجا من اینا رو دارم ولی برای اینکه طولایی نشه خیلی فقط مختصر برای اینکه ببینید داستان چی بوده بچه ها پیامشون رو براتون میذارم برای من ایشون گفتن که حسین جان سلام یکی از دوستان میخواد نامزدش رو بیاره آلمان هنوز عقد نکردن خودش داره اینجا کار میکنه قرارداد کاری داره سوال پرسید از من که نمیدونم چی کار کنم و خلاصه شما هم کیست مشابه بوده سوال داشتشین بنده خدا خب عادیه خیلی سوال دارن منم پاسخ میدم الان ایشون هم در ادامه این چتمون من پاسخ سوالشون رو دادم گفتم که اه... یه چیزی گفتم حالا اینجا تو اینستاگرام نیست نمیدونم چرا خلاصه پاسخ دادم و ارتباط ما در حد همین بود بعد چند وقت بعدم دوباره برای من مثلا این چیزی نوشته بود یه روز گفته بود که من با همسرم الان تو مرکز شهر هستیم شما مگه میتونی بیاین ببینیمتون گفتم نه نیستیم نمیتونیم ببینیم همدیگه رو خلاصه تموم شد یه ارتباطات این شکلی مثلا من این موقع یه استوری گذاشتم میشون مثلا از خرگوشامون استوری گذاشته بودم میشون گفت چه حیوانای با ای هستن و اینا این در واقع چت من و این آقا مهدی بود بعد من گفتم که شاید در واقع مثلا من توی فیسبوک برایشون چیزی نوشتم بعد من تو فیسبوک با ایشون دوست نیستم فقط با همسرشون دوست بودم بودم میگم الان دیگه نیستم در واقع بلاکشون کردم هر جفتشون رو دلیلش میگم بهتون همسرشون خیلی آدم موجهی بودن ولی متاسفانه میگم اینجور آدم ها رو باید هر جوری که کانال ارتباطی دارید باشون قطع کنید رفتم دیدم مثلا تو فیسبوک هم من برای همسر فقط اونجا با هم دیگه مثلا یه چتی داشتیم که در واقع همون موقع که ارتباطم همون موقع بود یه دفعه من یه سوالی راجع رشته ایشون داشتم ازش پرسیدم که من زحمت کشتم پاسخ دادن این کل ارتباط ما بود حالا ایشون میادش توی توییتر مینویسه توی فضای عمومی میگه حالا من این که با مثلا حسین آبدی ارتباط نزدیک داشتم من چی بگم یعنی من چی کشیدم از ارتباط با اون اصلا من خدا من تا حالا ندیده یه روز میخواست منو ببینه که گفتم وقت نداریم هیچی من چی بگم بعد حرفهایی به من زد که من نمیتونم بازگو کنم من دوست دارم بیاد اتفاقا بازگو یعنی میخواستم برم همون پایین بنویسم بگم آقا مهدی بیا بازگو کن اتفاقا چی گفتم بهت یعنی بچه ها اینو میخوام بگم یه آدمی که شما این آدم رو مینویسی رو کاغذ اسمش رو بعد میگی ارتباط من با این آدم چی بوده تو این جهان هستی این آقا مهدی و من حسین آبدی ارتباطمون چی بوده ارتباط ما این بوده که همسر من مهدی میاد آلمان یه شخصی به نام حسین آبدی و خانوادهش همسر من آفنمن میکنن دعوت میکنن خونهشون براشون در واقع غذای گرم درست میکنن با همدیگه شام میخورن گپ و گفتی دارن ارتباط خیلی خوب و سالم این شکل گرفته میشه با یکی از خانواده های خوبی که توی مثلا آلمان هستن ارتباط بعدی همسر من من هنوز ایرانم هم، همسر من میخواسته اسباب کشی کنه یا میخواسته جایی بره یه شخصی بلند میشه با ماشینش میره ایشون رو کمک میکنه چمدونش رو پله به پله میگیره میاره پایین و ایشون رو میبره میرسونه به مقصد دیگه ارتباط ما در حد یه چتی توی اینستاگرام بودی که الان بهتون نشون دادم بعد این شخص میاد همچین حرفی رو توی توییتر توی راجع من میزنه و جالبه یه سری آدمایی که من اصلا این دنبال کننده عزیز این دوستمونم هم نمیشناختم اولین بار بود من پیام گفت گفت آقا خواستم بهت بگم فقط یه عده دارن پشت سر شما حرف میزن و بعد بر من فرستاد و من رفتم دیدم واقعا خودم نمیدونستم و چقدر تاثیر منفی میتونه بهت بذاره اینو میخوام بگم یه شخصی رو شما به خودشو که اصلا نیدی به همسرش کمک کردی یعنی یه کسی که به به من کمک کنه من دستش رو میبوسم یه کسی که به خانواده من کمک کنه سه بار دستش رو میبوسم میگم دمت کم ولی چقدر یه نفر باید سمی باشه که بیاد کسی رو که به همسرش کمک کرده خانواده ایشون اومدن کمکش کردن بیاد و پشت سرش این صحبت رو بکنه در فضای عمومی یعنی ببین وقتی تو فضای عمومی اینو میگه ببین در فضای خصوصی به چیو میگه حالا من حسین آبدی به جایگاهی رسیدم دهنم از تعجب باز بود دیشب خونه پدرینا بودیم اینو اونجا من نشون دادم گفتم نگاه کنید ببینید ایشون چی گفت کل خانواده تعجب کردن گفتن که اصلا واقعا این بنده خدا ما کمک کردیم این خانواده رو و یعنی منم خودم برام عجیب بود که آخه مگه میشه یه خانم و آقای زن و شوهر باشن اینقدر با هم دیگه از لحاظ اخلاقی و از لحاظ شخصیتی فرق بکنن این حالا بحث به ما دیگه ربطی نداره حالا خودشون دوست داشتن این موضوع شخصیشونه ولی اینو میخوام بگم من این وسط امروز چیکار میکنم میگم واقعا پشت دستم و زغال داغ فلز گداخته میذارم که آخرین باری باشه من به کسی کمک کردم دستم بشکنه کمک کردم این نمک نشناس رفتی پشت سر من حرف میزنی این ریاکشنیه که ماها بعد چنین اتفاقی برامون پیش میاد و چنین نتیجه گیری میکنیم و این باعث چی میشه؟ باعث بدبینی ما میشه باعث بدبینی ما به هموطنامون میشه دیگه نمیتونیم کسی رو دوست داشته باشیم دیگه وقتی نفر بعدی از من سوال میپرسه وقتی یکی از من کمک میخواد میگم تو هم مثل همونی تو هم از کجا منون تو مثل مهدی نباشی خب و ما دیشب اتفاقا داشتیم تو خانواده با این بحث میکردیم راجع به با این موضوع و یک نکته خیلی جالبی داشت من گفتم اینو من گفتم بقیه با من یه جورایی هم نظر بودن گفتم خیلی خطرناک میشه جامعه اگه ما نتونیم این مهدی ها رو این کسایی که مثل این آقا مهدی بودن رو بتونیم شناسایی کنیم و اینا رو اصلا ازشون دور بشیم واقعا جامعه سختی میشه خیلی زندگی سخت میشه بعد گفتم که واقعا از روز اولی که ایشون رو همین من فقط تو فیسبوک دیدم به هم پیام میداد چاپلوسی های علکی آقا آره حسین جان مثلا ببین اینا این آدم سمیا بیشترین حس خوب و جلوی تو نشون میدن حسین جان سلام حسین جان فلان هایی که میان به من رو در رو جلوی من وای میسن میگن آقا نمیدونم هر اصلا فوش میدن اونا شرف دارن هزار برابر شرف دارن به اینایی که تو میان میگن حسین جان سلام خوبی من یه سوال ازت دارم فلان و این باعث میشه که آدم ها به خودشون واقعا یعنی به خودشون بگن دیگه دورور هیچ هموطنی نگرد و این باعث میشه که این دوریا پیش بیاد این باعث میشه وقتی که میای میبینیم توی قطار دارن دو نفر فارسی صحبت میکنن یه دفعه مثلا تو میخوای صحبت کنی میگه آقا چیز نگو اینا ردشم برن نه اتوماتیک پیش میاد مهدی میاد پشت سر من حرف میزنه فردا من یه جایی باشه یه کسی دوباره بخوام ببینم دارن فارسی صحبت میکنه این من اگه اذیت بکنه خب من چی میشم فراری میشم از هموطن بعد یکی دیگه میخواد مهاجرت کنه بعد من میام مثلا پیج دارم توی اینستاگرام میام حرف میزنم برای بقیه از تجربیاتم میخوام بگم میگم آقا دور جامعه ایرانی رو خط بکش یعنی پدرتو در میارن راست میگم پدرشونو در میارن کیا؟ امثال مهدی ولی آیا همه مثل ایشونن؟ نه این قسمت قشنگ داستانه همه که مثل ایشون نیستن من میگم حتی همسر ایشون اصلا حسابش با خود ایشون زمین تا آسمون فرق میکنه و این واقعیت دنیاه من به نظرم اگر ما بیایم بگیم محبت و کمکمون رو از آدما دقیق میکنیم به خاطر اینکه افراد لیاقت ندارن و افراد زحمت های ما رو نمیبینن یا افراد اصلا پشت سر ما میرن و جواب خوبی های ما رو بدی میدن اون موقع به نظر من این اصلا خوب نیست اصلا برای کامیونیتی ما برای جامعه ما چیز قشنگی نیست همین میشه که میبینی نتیجه ما رستوران ایرانی خوب پیشرفت نمیکنه کسب و کار ایرانی پشت سر هم نیستیم با هم بدیم علت داره بی دلیل نیست که پشت سر هم نیستیم دلیلش امثال این آقا مهدی هم. فقط هم همین یه دونه نیست مثال بخوام برات بزنم تا فردا صبح میتونم صحبت بکنم توی همین شهر هانوفر یه آقایی بود ایشون اسمش علی بود رو نمیگم که باز میگم شناخته نشه بنده خدا یعنی این آقا مهدی هم که من گفتم من رو نمیذارم عکسش هم نمیذارم فقط خودش چون ویدیو... کسی که انقدر بیمارگونه داره با یه نفر حس منفی داره مطمئن باش تمام ویدیوهای من میبینه من همینجا به سلام میکنم آقا مهدی و چون خودش میخواستم اینو ببینه و این چند نفری که منو دنبال میکنن احتمالا همون, همون افرادی که تو اون توییته بودن اونا این ویدیو رو میبینن بقیه دست بگیرن من دنبال این که مثلا چه آبروی این آدم ببرم نیستم مثلا برای همین نه فامیلیشو گفتم نه عکسش نه آیدیشو نشون میدم ولی به صورت گمنام فقط گفتم مهدی که خودش بدونه و اینکه حالا نمونه بعدیش یه کسی بود مثلا اسمش علی بود میخوام بگم رفتارهای بیمارگونه تا چه حد طرف اومده بود توی فیسبوک از من سوال داشت آقا من دنبال خونه میگردم میتونی راهنمایی می کنی اینا بهش گفتم راهنمایی این 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 بهش گفتم بعد چند وقت بعد بود یه جا اتاق خالی شد رفتم بهش گفتم بذار به فلانی دنبال خونه میگشت رفتم بهش بگم آقا من خونه پیدا کردم برای تو اینا مثلا خوابگاه فلانجا اتاق خالی شده رفتم منو بلاک کرده یعنی کل ارتباط من با این شخص یک پیام بود که اون به من داده بود و منم بهش راهنمایی کرده بودم چجوری دنبال خوابگاه بگرده سه هفته بعد رفتم بهش معرفی کنم دیدم منو بلاک کرده یه ماه بعد گذشت دوباره اومدش من از بلاک در آورد یه سوال دیگه اصلا ربطی به خونه دیگه نداشت سلام حسین جان خوبی ف... این سلام حسین جانو که یعنی میگفت من واسم کلامو بزنم تو دیوار بابا بیا حداقل اگه از من خوشت نمیاد بیا حداقل حسین جان دیگه نگو بگو مثلا آقا یه سوال دارم فلان بیا حداقل نیاز داری فقط میخوای چه میدونم یه کمکی از من بگیری بری دیگه حسین جان نگو آخه این دیگه دروی محضه این دیگه خیلی زشته بیا یه کسی رو که دوستش داری و بهش جان بگو اونیه که دوستش نداری و مرد و مردونه بگو آقا ازت خوشم نمیاد از قیافت خوشم نمیاد از عینکت خوشم نمیاد از ماشین 206ت خوشم نمیاد میگم دمت کم حرفتو بزن نه ترس اینقدر آدم های ترسوی نباشیم تو روی افراد سلام حسین جان پشت سرشون اینجوری صحبت کنیم بحثمون رو ببندیم چیکار کنیم توی آلمان یا هر کشور دیگه هستیم که از این افراد دور بایسیم ببین یه چیزی وجود داره تو آلمانی بهش میگن باخ یعنی حس درونی حس شکمی بهش میگن شما درون خودت ببین از اون آدم چه احساسی میگیری خیلی وقتا همین آقای مهدی من هیچ ازش حس این که بگه من یه شخصی که یه دنبال کننده یه که منو دوست داره هیچ ازش نگرفتم از روز اول خب واقعیتشی یه کسی شما حس خوب میگیری ازش یه کسی حس خوب نمیگیری ازش افراد خودشونو لو میدن خیلی راحتتر از اون چیزی که فکرشو بکنی افراد خودشونو لو میدن پس به ندای قلبمون گوش کنیم ببینیم که از این آدمی که الان آمده مثلا میخواد با من آشنا بشه حس خوبی میگیریم یا نه طبیعت انسان یه چیزی در انسان قرار داده شده که آدم اینا رو میفهمه آدم این سری حسگر داره میفهمه یکی دوستش داره یا دوستش نداره به این ندای درونیمون گوش بکنیم من بارها کسایی رو دیدم به خاطر ضعف در ارتباط گرفتن مجبور میشن با ارتباطات سمی کجدا مریض یه جوری چیز کنن زندگیشون رو گذران کنن اینجا میگه آقا من کسی رو ندارم همینه دیگه با همین بر نه اینجوری نیست بلند شو برو با یه سری دیگه ارتباط بگیر موضوع اول به ندای درون ذهنت قلبت گوش بده اگه از کسی حس مثبت نمیگیری احساس میکنی ممکنه مثل این آقا مهدی داستان ما باشه همونجا ارتباط رو قطع کن موضوع دوم ارتباطاتت رو محدود نکن اومدی تو آلمان میخوای اینجا زندگی رو شروع بکنی پس فردا قرار تشکیل خانواده بگی پس فردا بچهت قراره اینجا بزرگ بشه بابا اصلا مگه اصلا مسخره است یه بچه اینجا داشته باشی که بچت بگه آقا ما تو این کشور تو این دنیای دورورمون ارتباطاتمون فقط یه yeah, مثلا میگم آقا مهدی و خانومشه که همونم بابام میگه مثلا بعد از 20 سال فهم... بعد از 20 سال مثلا بعد از 10 سال فهمیدم که پشت من حرف زده مثلا از پشت به من خنجر زده خب پس ما دیگه رو نداریم آقا بلایشو ارتباطات گسترده شکل بده با ایرانی ها با دوستان اهالی افغانستان با کشورهای دیگه ترک زبان ها با آلمانیا کلی ارتباط شکل بده اینجوری هم ارتباطاتت انقدر لزومن جوری نمیشه که اگر یکیش خراب شد مثلا انقدر محدود باشه که خب اون ارتباطت به هم بخوره میگی وای من دیگه هیچکو ندارم خیلی ها ارتباطات صمی و خودمون میدونیم سمیه ولی باز واسادیم بهش چسبیدیم بهش بعدا میگیم کسی رو دیگه نداریم این فوق العاده بده اگر ارتباطاتت گسترده باشه یکی مثل مهدی پیدا شد میگی خدا الان چه اتفاقی افتاد الان مهدی این وسط ضرر کرد یا سود کرد امثال مهدی ها امروز دیگه حساب کار دستشون میاد این ویدیو که ساخته میشه اون علی که برای چیز به من زنگ زد صحبت کرد هم تو فیسبوک نوشته بود اون خانم ایکس و ایگرگی که خودشون میدونم کیا رو دارم میگم توی هانوفر یه موقع پشت قدم صحبت میکنن میدونن که آقا وقتی راجبه اینا حرف زده میشه ممکنه فردا یه ویدیو راجبه ما صحبت یعنی اگه ما توی جمعی مثلا بگیم یه حرفی رو بزنیم که صحت نداره یه حرف دروغی رو به یه کسی نسبت بدیم بخوایم آبروش رو ببریم طرفم بالا میشه ویدیو درست میکنه ممکنه آبروی ما رو ببره ویدیو بعدی ممکنه اسم و فامیل ما رو تصویر ما رو نشون بده پس چی میشه افراد سمی میفهمن که بعد حس... چی میگن چی میگن خدا حد و مرز و خودشون رو حفظ کنن این اتفاق اول یعنی پس دیگه نباید ساکت نشست دو احساس کردی کسی سمیه ببندون ارتباط رو من الان همین آقا مهدی عزیز رو که گفتم بلاک کردم متاسفانه همسرشونم همینطور چون بلاقه از طریق ایشون ممکنه ایشون مثلا پیج ما رو دنبال بکنه و توی اینستاگرام تو فیسبوک یعنی این آدم الان ارتباط ما رو از دست داد حالا من نمیگم که مثلا ولی خب بالاخره ما یه خانواده خوبی هستیم در اینجا خانواده بدی نیستیم بدی کسی رو نمیخوایم و خوبه که شما بتونی با آدم خوب دوست باشی ایشون الان دوستی ما رو از دست داد به خاطر همین سمی بودنش به خاطر همین گرگ صفت بودنش خب میدونی اینا چیز بدی نیست واقعیته من راجع به گرگ شنیدم که میره به گله میزنه 50 تا گوسفند رو میکشه فقط این یعنی فقط دوست داره ضرر بزنه نمیخواد بکشه که بخوره حداقل مثلا شیر میره شکار میکنه خودش میخوره که سیر شه این طرف نه میگه که آقا من که چیز نمیخوام نمیخوام به چیزی برسم ولی تو هم نباید به چیزی برسی دلیل خیلی این چیزا بچه ممکن براتون سوال پیش دلیل خیلی این چیزا به نظر من حسادته اینم بگم ام اینو باید بدونیم سعی بکنید کلا از آدم حسود فاصله بگیرید اینو خیلی میفهمیم ولی فلانی می رو میدونیم بهمون حسود دوباره زنگ میزنیم دعوتش میکنیم بابا به ارتباط رو میخوای آدم سمی وارد زندگیت بکنی میخوای آدمی وارد بکنی که مثلا بیای براش خیلی وقتا خودمون هم مشکل داریم و مثلا میخوایم به طرف تعریف کنیم آقا آره من فلان مدرک رو گرفتم خب میگی اون طرف میاد کلی زیان بهت میزنه قطع ارتباط میدونی قطع ارتباط نزار اصلا نزدیک بشن یک بار پاشو تو خونت نباید بذاره این آدم باید قطع بشه توی ب... واتس تو تلگرام بلاکش کن بلاکش کن بذار بره پس قطع ارتباط که کردی با افراد حسود میری دنبال ارتباطات بیشتر هر موقع احساس کردی هر کدوم این ارتباطات جدید ممکنه ارتباط سمی باشه ممکن ارتباطی باشه که از خوشحال شدن شما خوشحال نشه اونو قطع میکنی میری دنبال یه ارتباط دیگه به همین سادگی اینجوری ارتباطاتی که داریم ممکنه تعدادشون کمتر باشه ممکنه مثلا کلا با ده تا دوست باشی ولی ده تا دوستی که واقعا از خوشحالی هم خوشحال میشید من یه دوستی از طریق همین اینستاگرام پیدا کردم توی شهر برمن با هم دیگه ویدیو ساختیم این منه خدا رو من تو زندگیم دو بار دیدم دو بار رفتم پیششون یه دفعه برمن رفتم فقط ویدیو ساختیم دفعه دومم هم برمن رفتیم ویدیو ساختیم هنوز ویدیوش ادیت نشده ولی این دفعه با همسرم رفتم ولی با این خانم و آقا که ما رفتیم خونشون کنار هم نشستیم یه ارتباط سالمی بود که وقتی میبینی مثلا اون از من از موفقیت ها میگم اون خوشحال میشه اون از موفقیتاش میگه واقعا من خوشحال میشم و این چیز پیچیده ای نیست آدما میفهمن ولی خیلی کسا افرادی که هستن خودشون میفهمن که اون از خوشحالیشون خوشحال نمیشه ولی میان میگن که من دیدم میان میگن که آقا این اینجوری از من خوشش نمیاد از این خوشحال نشد خب چرا پس ارتباط داری یعنی مخاطب این ویدیو بیشتر خود ماهاییم که میدونیم ارتباط صمی هست ولی باز نگهش میداریم بچه ها خودتون باشید و در آخر برای من توی کامنت تجربیات خودتون رو از ارتباطات اینجوری بنویسید و در آخر اینم بگم اضافه کنم یکی ممکن نظر منو بپرسه بگه که خب نظر خودت الان چیه نظر بعد از ایرانی ها دوری کرد <تصفح> میگم به هیچ وجه خونه رو نگاه بکن خونه ایرانیه همسر رو نگاه بکن همسرم هم ایرانیه پدر مادرم ایرانی دوستام ایرانی نهار ایرانی خود لانو بگم دیگه دروغ میشه نه نهار امروز رستوران ترکی بودیم ترکی خوردیم ولی کلا معمولا نهار غذا ایرانی میخوریم موسیقی ایرانی گوش میدیم وقتی که این همه همون شماهایی که همین بچه هایی که این 80 هشت درصدی که تو اینستاگرام گفتن از ایرانیا دوری کن همینا آیا تهش با کی ازدواج میکنن تهش مثلا این طرف دوست دختر یا دوست پسر مثلا آلمانی چه میدونم فرانسوی داره ولی تهش من خیلی یاد دیدم و تو این 18 سال واقعیتش هم طرف دوست داشته دوست دوستی بوده ولی نشده آخرش به تشکیل خانواده به اون چیزی که براش میمونه نرسیده و میبینی بعدش رفته باز دوباره با شخص ایرانی ازدواج کرده خانوادهش ایرانیه خب پس ایرانی بودن چیز بدی نیست مهم آدم سمیاین که چون ما بیشتر ارتباطاتمون ایرانی هستن فکر میکنیم فقط تو جامعه ایرانی هستن نه تو جامعه آلمان هم هستن ولی ما چون هیچ ارتباطی با آلمانیا نداریم یا حالا هر کشوری که هستید با مردم اونجا نداریم فکر میکنیم اونا مثل ما دنبال هاشیه نیستن اونجا هم آدمای با هاشیه هستن اونجا هم آدمایی که موفقیت شما نتونن ببینن هستن و یه دلیل دیگه داره دلیل دیگه هم اینه که خیلی وقتا آلمانیا یا مردم اون کشوری که دور اطراف ما هستن به خاطر فقط همین که ریشه اونا تو اون کشور بوده خیلی سختره که شما یه موفقیتی پیدا کنی که از اینا مثلا بزنی بالاتر مثلا شما میبینید دو تا ایرانی با همدیگه میان اینجا کل داراییشون مثلا یه چمدون بوده حالا میان دارایی بعدیشون میشه سرتیفیکیت مثلا زبان به اینز مثلا به یکو رو میگیرن بعد به دو میگیرن بعد حالا میبینی همسایهشون یه کسیه که مثلا طرف سه تا ماشین داره مثلا قیمتش خدا تومن اون یکی دوباره مثلا ام، کلی مداره که مختلف داره زبان آلمانی زبان مادریش مثل بلبل صحبت میکنه خب شما اصلا نمیتونی به اون آلمانی برسی حالا عموما خیلی وقتا میرسی و بعد اتفاقا میبینی آها آلمانی هم حسادت میکنن بله مهم اینه که شما ببینی توی این بحث رقابتی و مقایسه کردن تو از کی بالاتر می خب وقتی که میبینی که مثلا آقا آلمانیه خیلی اصلا باهاش چیزی نداری رقابتی تو نداری تو که خارجی تازه اومدی زبانشو بلد نیستی صحبت بکنی خب اصلا اون برای چی بهت حسادت بکنه همینجوری میگه گوگلی مثلا خوبی اینجوری دستی به سر و میکشه و مثلا باعث یه ارتباطی داره خیلی وقتا وقتی اینجام رشد میکنی میبینی آلمانیا هم برات میزنن و ارتباطات سمی اینجا هم وجود داره اینم گفتم بگم دیگه همه چیو گفتم همه چیو گفتم امیدوارم این ویدیو براتون آموزنده بوده باشه یه لایک برای من بذارید که انرژی بگیرم ویدیوها ها بعدا موضوعات این شکلی بود که ایشالا دیگه نیست براتون بازم ویدیو درست کنم آقا مهدی از آشنایی با شما راستشو بگم خوشحال نشدم ولی چون که باعث شدی که این ویدیو رو من بسازم خوشحال شدم و قسمت این بود که ما این ویدیو رو بسازیم دیگه احتمالا نمی‌بینمت. اگر منو توی خیابون دیدی نزدیک من نیا چون دیگه برای من شما تموم شدی و این ارتباط رو هم از دست دادی اگر که شما هم تو زندگیتون مثل این آقا مهدی هستید مراقب باشید چون اگه افراد بفهمن ارتباط رو شما از دست میدید و اونا نیستن که یه چیزی از دست دادن بلکه شما هستید که یک ارتباط با ازش رو از دست دادید اگر جز اون افراد سمی هستید که امیدوارم تو این کانال اصلا نداشته باشیم مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی خداحافظ